چطوری بچه ها، خوش اومدین به رادیو اکتیو زون. امروز این ویدیو میخوایم به چرکی جدید مسلک ریاکشن بریم به نام دوپامین. به شدت مشاهمنم چطوری هست. مسلک از اوناست که کلن مثلا بعضی از آرتیست ها وقتی ترک ریلیس میکنن هیتور میسه، یعنی میگی یا ترک خفن در میاد یا ترک مثلا ولی مسلک با اینکه دیر به دیر کار میده ولی هر وقت کار میده واقعا کاراش خفنه. بریم ببینیم برام چی آورده دیگه. 3:53 از چنل یوتیوب مسلک. آخرین باری که از مسلک ریاکشن رفتیم بزنم برام چنلش ببینم. میدونم که فکر کنم یه کار بعد اون کارش با شایو توی آلبوم آماده باش داد. بذار ببینم، ردی بود فکر کنم. آره ردی دقیقا 2 ماه پیش اومد و اونم تازه بعد از 11 ماه اومد، یعنی در واقع فاصله بین فریک و ردی 9 ماه بود و بعد فاصله بین ردی تا دوپامین که امروز اومد یا دیروز اومد 2 ماهه. کسایی که نمیدونن دوپامین چیه بچه، دوپامین یه هورمونه که ترشح میشه توی بدن به صورت نرمال، ولی یه سری مواد هستن، یه سری دارو هستن که آدم وقتی یه سری از کارا که میکنی، حتی وقتی اون کارو میکنی یا وقتی اون دراگا میزنی دوپامینت بیشتر ترشح میشه و کلا دوپامین اون هورمونه که لذت بهت میده. مثلا وقتی چه میدونم طرف یه فلان دراگو بکشه اون لذت رو میگیره به خاطر اینکه دوپامین خونش میره بالا. و یه حالا دیگه بحثو داریم زیادی علمیش میکنیم قبل اینکه این سرخت این شکل، ولی خب یکی از مشکلایی که دوپامین داره اینه که شما فلان مواد بزنی اینقدر دوپامینش زیاده که بعد دیگه بدنت فقط اونقدر دوپامین میخواد که بتونه های بشه یا لذت داشته باشه واسه زندگی، واسه همینه که اعتیاد اصلا درست میشه. حالا این شناختی که ما از مسلک داریم، این دوپامین لذت نیست، این احتمالاً برمیگره به دوپامین اعتیاد چیزی. ببینیم داستان چیه. آقا دستگو به به این گیتار پرودوسر امید هنرور گل و بیت ساند انجینیر هم شایر عزیز. مسلک ننوشته این فیچرینگ هم تنگ خوبم انگار سم و دینی از همون افلیم با او دریله بچه فهمیدم متادت میشم مثل کوکاینی تو خوال کردی آجی. من گفتم این قرار راجب اعتیاده باشه، راجب لذت زندگی نیست، چون مسلک که بیشتر کاراش قفلی و دارک و ایموشناله. مثل کوکاینی جز تو کسی رو نیستم آخه، مگه دنیا یه دونه از تو بیشتر داره؟ تو با همه همه چیز فرق داره، باشی مگه آدم چیزی کم داره؟ هنو مثل بار افل میبینمت میره بالا ضربان قلبم، هنو میشم آت خندت دوپامین، یعنی دستات لای دستم به نزدیکتری از رگ گردن. خیلی احساسی و بال گفت، من فکر کردم دریل کار به خاطر اون ضرب اول، شاید دریل نیست. از چی گفت اینجا؟ لای دستم به نزدیک یه دوپامین واسه من، تعریف دوپامین و لذت زندگی واسه من وقتی که دست تو دستم باشه. خیلی باحال بود. ضربان قلبم هنو میشم آت خندت دوپامین، یعنی دستات لای دستم به نزدیکتری از رگ گردن. به درک های همه رفتن با تو ترس تو دلم. او اینم ببین بچه ها، چندی مثلا میگن خدا از رگ گردن به آدم نزدیکتره، یه جورایی به جای اینکه به آقا تو خدای منی یا به قول شاملی میگفت پروردگار منه، به زنش میگفت، میگه تو از رأی گردن به من نزدیکتری، یعنی به صورت غیر مستقیم داره میگه مثلا تو خدای منی. خیلی باحال گفت، به جای اینکه بیاد مستقیم بگی که مثلا تو مثل خدای منی. که همه رفتن با تو ترس تو دلم نیست، لبه نزدیکتری از رأی گردن. به درک های همه رفتن با تو ترس تو دلم نیست، لبه درم تو بغل تن و واسم یه جای امن هست، به این بد میچسبی این سیگار بعد مستی، هر دفعه از این در میرفتی دلم گروگان تو بود، تو برمیگشتی ببین حتی فقط همین یکی هست، این آدم ها حتی شبیه نمیشن، خیلی ها دورم رفتن اومدم ولی جز تو چشم همه رو غریبه دیدن. هی من و تو یه ابسنت سبز بندازیم تو اتوبان مست نصف شب، سلامتی تیک و همش سک برم حتی وقتی پیشمی میشه تنگ دلم. تو که باشی که جایش یه ترک فوق العاده احساسی خالی نیش پیش تنگ خوبم انگار سمتینی. بچه اینی که میگه خیلی جالبه،
اگه دقت بکنی الان نمیدونم جمعیت روی زمین چقدر، 8 میلیارد خورده ای باید باشه. از این 8 میلیارد خورده ای، حالا شاید بگیم فلانی مثل مثلا میگم از لحاظ ظاهری شاید شبیه یه نفر دیگه باشه، خب بازم نیست، از این 8 میلیارد هیچ کسی نیست که آیدنتیکال شبیه یکی دیگه باشه، حتی برادر یا خواهر دو قلو. اونو بذاری کنار، از لحاظ رفتار تو واقعا یه دو نفر رو مثل هم دیگه پیدا نمی‌کنی. و اینجا که میگه از تو فقط یکی هست، واقعا ما کسایی که دوست داریم و تو این دنیا فقط ازشون یکی هست، حالا چه پدر مادر باشه، چه دوست دختر، دوست پسر، همسر، هر چی که میخواد باشه، و بعد قدرشون رو بدونیم، چون به محض اینکه برن بعد تو مثلا واسه توصیف شده که اون دوپامینه مثلا فلان کسه واسه من، ولی آخر هیچ وقت دیگه اون لذت و اون حس رو نخواهی داشت. اصلا افلی با که همه دیدیم فهمیدم متعادت میشم، مثل کوکاینی تو خود دوپامینی، تو دوپامینی ساعتم بزا بره، اصلا هیچ خیالی نی من فقط با تو باشم، مهم نی کجا میریم، اسمی کنم خوابه شو شبی بیداری نی، اینقدر خوبیم تو خوابیم انگار، اگه بدونی به میده چالی چشمات، تو اومدی عشق و دادی بهم یاد، تو این شهر که آدم ها شدن ماشین حساب، با تو برا رفت پیاده پیاده رو، با تو میشه هتل پنج ستاره، تو فرشته ای آدم زیاده، با تو میشه خوشبخت بود تو خاورمیانه، نیست تو این کره. خیلی باحال گفت خاورمیانه، چون معروف کلا توی کل دنیا به جنگ و چه میدونم فقر و این چیزایی که الان هم توی خاورمیانه هست، حتی بیروز عربستان و قطر و اینا، ولی میگه حتی تو خاورمیانه هم باشی با تو اونجا بهشت واسن، تو فرشته ای آدم زیاده، با تو میشه خوشبخت بود تو خاورمیانه، نیست تو این کره مثلت، با تو یه اتاق دو درد و خود پنته، تو بار ساقی های شهر پر جنسه، ولی های تر از همشون دوز چشمت، حتی نباشه هیچی جیبم، با تو مثل سرمایه دار سیست میگیرم، عشق تو سرمایمه، نیاد اون روزو ببینم که نیستی پیشم، نه جای معنی عشق باید اسم تو رو توی لغتنامه نوشت، تو رو دارم جای هرچی ندارم، انگار جز تو هستنش که نمیاد به چش، یادم نمیره تک و تنها بودم، تو شبیه معجزه رسیدی از راه، عشق میکنم مثل بچه ها، هنو میگم دوست دارم، میگی چند تا، تو که باشی دیگه جای عشقی خالی نی، پیشت انگار خوبم انگار اسم دینی، اسم اون افلین با که همه دیدیم فهمیدم متعادت میشم، مثل کوکاینی تو خود دوپامینی، تو دوپامینی ساعتم بزا بره، اصلا هیچ خیالی نی من فقط با تو باشم، مهم نی کجا میریم، اسمی کنم خواهی شو شبی بیداری نی. عشق کردیم. و تمامی ترک فوق العاده احساسی عاشقانه، بیشتر وقت وقتی که مسلک ترک میده یا فوق العاده دیپرسینگ خیلی ناراحت کننده است، یا چی میگن دیسلاوه، این یکی لاو بود، این یکی عاشقانه خیلی عمیق بود، واقعا حال کردم. نظرتون باشه حتما توی کامنت بنویسید. حرف دیگه ندارم، لایک و سابسکرایب فراموش نشه، تا ویدیوهای بعدی. زن زندگی آزادی.